بارش باران‌های شدید در چند روز اخیر و وقوع سیل در فرانسه به ویژه در شهر پاریس تاکنون یک کشته بر جای گذاشته است. مقام‌های فرانسه می‌گویند با پایین آمدن سطح آب ممکن است اجساد بیشتری پیدا شود. مقام‌های موزه لوور و سازمان‌های دولتی حالا سرگرم انتقال اشیاء و آثار هنری و همینطور مدارک مهم دولتی به مکان‌های امن هستند. باران‌های سیل‌آسا و وقوع سیل در پاریس در چند روز اخیر زندگی عادی مردم این شهر را مختل کرده است. امروز جمعه اعلام شد که سطح آب رودخانه سن به بالاترین سطح خود در 30 سال اخیر رسیده است. بالا آمدن سطح آب هزاران نفر از اهالی پاریس را مجبور به تخلیه خانه و کاشانه خود کرده و مدارس به حال تعطیل درآمده است. در پاریس سیل بندهای اضطراری در کنارهای رود سن قرار داده شده و فعالیت قطارهای هومه شهر که از کناری رودخانه می‌گذرند به حالت تعلیق درآمده است. موزه ها و سازمان های دولتی خود را آماده کردند تا در صورت لزوم اشیاء قیمتی و اسناد مهم دولتی را به مکانی امن منتقل کنند. در حال حاضر موزه لوو به روی بازدیدکنندگان بسته است. ما قصد داشتیم از موزه لوور دیدن کنیم، ولی متاسفانه با درهای بسته روبرو شدیم و چون فردا عازم هستیم بنابراین از دیدن این موزه محروم شده ایم. شاید باز هم فرصتی دست بدهد که ما دوباره به پاریس بیاییم. مقامات هواشناسی پیش بینی می کنند که سطح آب رودخانه سن باز هم افزایش خواهد یافت. با این حال تاکید می کنند که سطح آب رودخانه هنوز به میزانی که زندگی مردم و کار مؤسسات بازرگانی را تهدید کند نرسیده است. خوشبختانه سطح آب هنوز به حد اکثر نرسیده و من امیدوارم آب رودخانه از امروز فروکش کنه. من نسبت به همه این سیل زدگان احساس همدردی و همبستگی می کنم و از تلاش همه جانبه مقامات و داوطلبان قدردانی می کنم. در حال حاضر اولویت اولیه ما حفظ جان مردم و نجات سیل زدگان است و تردیدی نیست که اگر سطح آب به مرحله تهدید آمیز برسد اقدامات لازم انجام خواهد گرفت. رئیس جمهوری فرانسه در برخی از مناطق سیل زده وضعیت اضطراری اعلام کرد و وعده داد بودجه لازم را برای مقابله با خسارات سیل در اختیار مقامات محلی خواهد گذاشت. گزارش ها حاکی است که تاکنون یک نفر بر اثر سیل در جنوب پاریس جان داده است و وزیر اکولوژی توسعه پایدار و انرژی فرانسه گفته است که بیم آن می رود با فروکش کردن آب اجساد بیشتری در روستاهای این کشور پیدا شود. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.